روز دوشنبه 18 نویبر حکومت تاجیکستان به استعفا رفت. طبق یک فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان تا تعیین شدن اعضای حکومت نو هیئت کابینه وزیران موقتا در مقام های خود خواهند ماند. امامعلی رحمان روز 16 نویبر بعد ادای سوگند دوره چهارم ریاستش را شروع کرد و روز 18 نویبر استعفای حکومت را پذیرفت. این در حال است که در جامعه تاجیکستان این بار بسیاری ها امیدواری یک اصلاحات جدی و جوانسازی در هیئت حکومت نوبتی هستند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه برادرزاده زید سعیدوف بازداشت شد. دلشاد رحیموف برادرزاده صاحبکاری بازداشت شده روز 18 نویبر هنگام بازگشت از ایران دستگیر شده است. رحیموف با حیث یکی از شاهدان اساسی در پرونده مربوط به خرید و فروش کارخانه تاجیکاتلاس به دوشنبه از جانب وکیلان دفاع سعیدوف دعوت شد، ولی در مرز از جانب مقامات تفتیشاتی بازداشت گردید. اما باوری کامل داریم که او دستگیر کردن او برای از رحیموف دلشاد یکان نشاندار گرفتن نسبت زر شهرویش می باشد. فعلا نازی در ریاست که وزارت کارهای داخلی در نقلیات گیم که در همین در نزدی فرودگاه در همین ریاست می باشد. صاحبکار دلشاد رحیموف تابستان امسال در صحبت با آزادی گفته بود که کارخانه تاجیکاتلاس را او از شخص با اسم عبدالصمد سعیدوف خریده بود و نظام خانجوریف این قضیه خرید و فروش را نادرست تفسیر میکند. در دادگاه زید سعیدوف روز 19 نویبر مرحله پرسیش شاهدان شروع میشود. دادگاه در دوشنبه داعوای پیوندان بهرامیدین شادیفر را قسمان قانع کرد. دادگاه اسماعیل سامانی به جای 180 هزار سامانی که مادر شادیف میخواست، وزارت امور داخله را به پرداخت 14 هزار سامانی به نزدیکان او موظف کرد. ماما نباشم پولی همینو در کار نیم از جبرانیم ما فرزندش یک تا موندگی آتش باشد سرشتا میکنن نخونی خوله با جو میگیرن نخونی تاگو با نخونی دیگه با بگذاری اوان تیانکی پا چش پاگامان درسش مکتبش بمونم خونت بگذاری اگونجو گیرم تیانکی محتوجی نه تاگو شود نه امک شود. بهرامیدین شادیف 28 ساله که با گمان دزدی از طرف کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور ماهی اکتبر سال 2011 بازداشت شده بود، با جراحات وزنین به شعبه احیای بیمارخانه قرابالو انتقال یافت، ولی بعد 10 روز جان داد. با مساعدت یونسکو، مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، در دو سال نزدیک جشنهای 3000 سالگی قلعه حصار، 700 سالگی میرسید علی حمدانی، 600 سالگی عبدالرحمن جامی و 100 سالگی زیادالله شهیدی تجلیل خواهد شد. خبرهای بیشتر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمیمه تلفن همراه شما.